نقش پاکستان. اما قبل از او یک هیئت طالبا از دو هر هفته به پاکستان به رهبری حقانی و میخواه مشوره کنه. فکر میکنید که مشوره منتهی میشه با رهبرای طالبا در پاکستان یا ادعاهایی که از کابل برخی ها میکنن که با پاکستانی ها هم خواد دیدن؟ سلام به شما هم آقای فیاض و بر بیننده های عزیز و شنونده های عزیز. بله، ما شنیدیم که هیئت برابری آقای حقانی از دوها رفته به پاکستان و به رهبرهای خود مشوره میکنه، اما هنوز این به عقیده ما تایید نشده از مراجع خود طالبا که می حقیقت است و یعنی پاکستانی هم در این مورد چیزی نگفتن تا باره. این مشوره ها منتهی میشه تنها با سران طالبا یا فکر میکنین که مشوره گیری از پاکستانی ها هم در این خواهد بود؟ فکر میکنم با پاکستانی ها با مقامات رسمیشان مشوره دیگه نخواد داشته باشند، چرا حسب معمول تو موارد به ما یعنی به دولت افغانستان هم یک اطلاع میدادن و همچنان و علنی در مطبوعات اعلان میشد. اما اگر مشوره های با مقامات مذهبی پاکستان دارند، مقامات غیر رسمی، او ممکن هست. پس صداهایی که در مورد نفوذ آیسا یا مقامات نظامی پاکستان با طالبا مطرح سر از گاهی از کابل خیلی مورد نداره، بله؟ نه، مورد داره. پاکستان در مجموع و سازمان استخباراتیش اثر رسوخ خود داره سر تحریک طالبا، یا کم سر بعضی جایش و سر بعضی مردمایش زیادتر، ولی اثر رسوخ داره. این رسوخ آیا منتهی میشه و مشوره دهی هایی که طالبا چی باید کنن، حیات طالبا چی باید کنن یا نه؟ پاکستانی ها در مذاکراتی که ما داریم میگن که ما از امو رابطه‌ای که داریم با طالبا و تماسایی که داریم و اثر و نفوذی که داریم از او استفاده کرده، طالبا را تشویق میکنیم که با مذاکرات با معنا و با هدف حاضر شوند و همچنان در مورد آتش بس که تقاضای ما هست از پاکستانیا که شما طالبا را تشویق کنین که آتش بس عاجل قبول کنن. در این روزا شما شاهد هستین که علنی هم پاکستان شروع کرده به استفاده از این ادبیات. در اعلامیه مشترک مسکو در تاجیکستان، در استانبول، در سه جانبه خواستار آتش بس شدند. تا سفر آخر ما به پاکستان که سفر رسمی بوده که ما در سفر و نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان از پاکستان خواهش کردم که شما در عوض خشونت، کاهش خشونت، شما آتش بس بگوید. توقع ما ایست که شما آتش بس و آتش بس فوری را بخواید و طالبان را تشویق کنین که آتش بس فوری را قبول کنن، که آل علنی خو ابلاغ کردن و میگن. و دیگه موارد هم که ما سر کتشان بحث کردیم، بعضش پاکستانی ها پذیرفتن و اجراعات کردن، بعضش تا هنوز شاید کار بیشتر بخواید. آقای دوزای، ما در حوزه سیاست یک خط فاصل بین سیاست اعلامی و سیاست اعمالی داریم. آیا فکر میکنین که در سیاست اعمالی پاکستانی ها واقعا در مسیر نقش مثبت هستند یا تردیدهای نسبت به پاکستان هنوز وجود داره؟ چیزی علائم مثبت هم وجود داره و چیزی تردیدها هم وجود داره. اگر ما یک آتش بس آنی و دائمی رو ببینیم، اگر ما حضور طالبان رو روی میز مذاکره ببینیم که هدفمند باشه، با اراده باشه، در اون صورت اعمالی شمرده میشه. اما اعلانی درست است. حال چیزایی که پاکستان اعلان میکنه با عقیده ما متفاوت است با گذشته و همی یکی از دستاوردهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. آیا پاکستان این نفوذ کامل با طالبا داره که هر آنچی میخواید بالا از اونها اعمال کنه یا نه؟ ما او را فکر نمی کنم که توانمندی اعمال داشته باشن یا در موقف باشن که ما به مشکل خود بگویم. ما فکر نکنم پاکستان در موقف باشه که با طالبا امر کنه.
وما فكر نكون طالبا اگر احيانا امر كنن امرشان بپذيرن ولی در حد پس مشوره توقع شما اضافی نیست از پاکستان که میگین در سیاست مالی باید طالبان را بر میز مذاکره بشانن؟ اثر رسوخ داره، رهبری طالبان در پاکستان حضور داره، مریض و زخمیش در پاکستان تداوی میشه، بزنس و کاروبارشان در پاکستان هست، امی باعث نفوذ پاکستان میشه سر طالبان. ما توقع ما در این اصل است که شما اثر رسوخ دارین از امو استفاده کنین و طالبان را قناعت بتین و شما به بهترین موقف قرار دارین، پاکستانی است منظوری من، که رابطه خاص دارن، رابطه تاریخ خاص دارن، تاریخی خاص دارن و آل هم طالبا با مشوره با بزرگای خود با پاکستان میرن. طبیعتا که پاکستان در یک موقعیت قرار داره که مشوره جدی داده میتونه. تا کدام میزان رابطه اسلام آباد کابل هنوز مبهم است در چارچوب دیپلماتیک تا آنچه که توقع میره؟ خب ما یک چارچوب همکاری دو جانبی که مبتنی بر فضای اعتماد باشه آغاز کردیم از امی 8 ماه به این طرف که امی سفره و رفت آمده، شما شاهدش هستیم که ما روی از امی چارچوب بحث میکنیم. ما درک ما ایست که ما دو طرف پروسه صلح را پیش میبریم، یک طرف با طالبان و دیگه طرف هم با پاکستان. تا زمانی که ما فضای اعتمادی با پاکستان را به یک فضای اعتماد تبدیل نکنیم، توقع همکاری جدی از پاکستان بی جای خواهد بود. هنوز اعتماد به وجود نامد آقای داوزای؟ بله، پیشرفت شده، پیشرفت قابل ملاحظه شده، ولی کامل نیست، به او سرحدی نیست که ما توقعش داریم. صحبت های آتشین آقای غنی برخلاف مسیر 8 ماهه که شما رفتین را نشان میده. پاکستان یا با ما اعلام دوستی کنه یا راه دشمنی را اختیار کنه. فکر میکنین که بار مانایی از یک مقدار بلند نیست نسبت به تامین رابطه 8 ماهه شما با پاکستان یا نه؟ آخر نه، اما منظور رئیس جمهور هم همیست که بالاخره وقت انتخاب آمده، با در نظر داشت فضایی که یک دیگه خود ما حرف زده میتونیم، سخت گفته میتونیم، حالا باید انتخاب کنن، انتخابشان بین افغانستان پر امن و باثبات و بین افغانستان ناامن و بی‌ثبات که باز پاکستان هم متضرر میشه از او. یعنی این یک حقیقت است که رئیس جمهور گفته و حقایق انعکاس داده، این فایده میرسانه با گفتگوی گویی که ما با گفتمانی که ما با پاکستان داریم. با وجود کابل هنوز به نقش پاکستان امیدوار نیست، بله؟ امیدوار هستیم و پیشرفتای هم هست، ولی تا هنوز به هدف خود نرسیدیم. درشترین خواستای سیاسی پاکستان در بدل قیمت آوردن صلح توقعی که کابل داره چی است آقای دوزه؟ در مذاکراتی که ما داریم تا هنوز به اون نقطه نرسیدیم، اما با درک سوابق روابط ما و پاکستان طبیعتاً که یکی از مواردی است که اونا هم مثل ما واردا داره که دشمنان از اونا در افغانستان هستن و شاید بعضی کشورهای دیگه اونا رو کمک میتن و از اینجا حمله میکنن سر خاک پاکستان. یکی از موضوعات فعلی و عاجلشان امی است، اما در مجموع هدف دو طرف یکی است. ما میخوایم به یک سرحد روابط خود برسانیم که دیگه یکی دیگه سر در بین ما اعتمادی باشه که نگران از این باشه. موانع با یک زنجیری از چالش هم روبرو است آقای داوزایی. یکی از دور شما اشاره کردین هند است. با هند چی کار باید کرد از دید پاکستان؟ هند موقفش تغییر کرده، اونا هم میگن که ما طرفدار روابط خوب بین افغانستان و پاکستان هستیم. در جلسه اخیرا که بود که با نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، البته جلسه مجازی بود، دکتر صاحب محب اشتراک داشت، دمو وزیر خارجه هند بسیار با صراحت گفت که
این نادرست است که ما طرفدار یا مشکلی داریم با بهبود روابط بین افغانستان و پاکستان. مهمی است که پاکستان چی میگه آقای دوزایی؟ مهمی است که پاکستانی ها چی دید دارن نسبت به رابطه ما با هند؟ برای فعلا در وضعیت فعلی نگرانیشان با مراتب کمتر شده نسبت به گذشته، چرا یک کانال صحبت بین هند و پاکستان هم آغاز شده. او طرف هم یک چیز مراوده جریان داره که امید است هم به نتیجه مثبت برسه. یعنی ما یک تفاوتی میبینم در نگرانی پاکستان در مورد روابط افغانستان و هند. پس هند یک دغدغه نیست و پاکستان روی نقطه دیگه تمرکز میکنه. سفر اخیر نماینده ویژه پاکستان به کابل با خواستای گری خورده بود. آقای ستار سعادت مشاور رئیس جمهور، پیشین رئیس جمهور گفت که سه خواست داشت: سپردن بندی های داعش به پاکستان، آزادی بندی های طالبا و برخی جاسوس ها هم در ایش مشمول بود. آیا این خواست مطرح شده؟ به هیچ وجه نه، پا هیچ نبوده. ما سر چارچوب همکاری دو جانبه بحث میکنیم. البته در مورد زندانی ها یک دو نام اونا گرفتن که نمیا وقت زندانشان هم پوره شده. شما رئیس جمهور به اساس یک چی بشری اگه اینا را رها کنه. این دو نام کی بود آقای دوزایی؟ دو نام کی؟ او بین استخبارات تبادله شده بینشان. سرای طالباس، زندانی های طالباس، زندانی داعش از کی هست؟ پاکستانیستان و داعشی که پاکستانی هستند، پاکستانی الاصل هستند. پاکستان هیچ وقت نگفته که برای ما بسپارین یا رهایشان کنید. هیچ وقت نگفته. و میگن دشمن ما ماست، دشمن شما ماست، باید جزای خود ببینن. پیشرفت ها در قبال بنبست به وجود آمده مذاکرات استانبول چی چیزا هست؟ چقدر خوشبین هستند که این نشست میشه؟ خب اول یک وضاحت بتم، در این جلسه که یا در این سفر نماینده خاص او موضوع بحث نه، حاشیه صحبت شده. طبیعتا که اونا نظریات خود شریک ساختن، گفتن ما قبلا هم کوشش کردیم که طالبان اشتراک کنن ولی وقت کم ماند و حالی که فرصت داریم دیگه کوشش میکنیم طالبان رو تشویق و ترغیب میکنیم که تو چانس ها از دست نتن و هر چانسی که در مورد صلح برای افغانستان باشه از استفاده کنن. گفتن ما ایره تشویق ترغیب می، ولی بازم می که او اصل مسئله بین ما نبوده. یک ساختار منطف شکل گرفته لااقل از دید ذهنی آقای دوزایی. خواست طالبان رهایی 7000 زندانی و سرایشان از لست سیار بیرون شدنش، و این طرف هم شورای امنیت گفت که خب لست باید ارائه شبه که در او قاچاق برای مواد مخدر نباشه. در کلی نشاندهنده یک انعطاف است که ارک به هر حال یک قدم عقب رفته از موقف قبلی خود. فکر میکنین که نرمش های با وجود آمده این زندانی ها رها میشه با شرایط یا نه؟ با شرایط او شرط، تنها او شرط نیست که از لست قاچاق برابره. شرط عمده است که دولت افغانستان آتش بس میخواه. در صورتی که طالبا با آتش بس تن بتن، باز اگه این زندانی های طالبان رها شو به کدام جبهه جنگ نیست، اینا به زندگی نرمال میرن. ولی اگه جنگ جریان داشته باشه و اینا رها شو مثل 5000 قبلی، اینا به جبهات جنگ میرن که در اون صورت ما فکر نکنم که دولت افغانستان در این مقطع زمانی در فکر انعطاف باشه. پس شرط اساسی آتش بس است و الا زندانی های رها نخواهد شد، بله؟ شرط اساسی، خواهش اساسی آتش بس است. مسئله زندانیا بین امریکایی و بین طالبا مطرح شده و البته رئیس جمهور افغانستان طرفدار نگاه کردن زندانیا نیست. دولتی که مثل دولت ما هیچ وقت خوش نیست که زندانی داشته باشه، اما زندانی که رها شه و بره به جبهه جنگ و عسکر ما رو بکشه، او رو طبیعتاً که باید سر دو بار فکر کنه قبل از رهایی. حالا انتظار که شما از پاکستان دارین در ترغیب طالبا چی باید کنن اونا لااقل که شما اقناع شوین پاکستان در یک رابطه در درازمدتی کارها را انجام داد؟ صرف نتیجه مثبت ما را اقناع کرده میتونه. پروسه را تایید میکنیم به نیست پروسه مثلا چی ها؟ چیزی... مثلا وقتی که اعلان شود که طالبا آتش بس پذیرفت، اونو نتیجه است.
در اون صورت ما قناعت ما شما گفتین پاکستانی قدرت نداره بیشتر به مو هدف با تشویق جدی هم رسیده میتونم فکر میکنین که پروسه تشویقی چی مدت زمان را در بر خواهد گرفت تا طالبان مجاب شوند از رهگذر پاکستان امیدوار هستیم که هر چی زودتر چرا هر روزی که جنگ دوام میکنه در هر دو طرف افغان کشته میشه افغان متضرر میشه هر روز ضرورت است و هر روز دیر شده میره هر چی زودتر نتیجه بده باعث قناعت ما میباشه یک تصویر خیلی وحشتناک در ذهن مردم حک است آقای داوزای که مسیر از کنترل اگر بیرون شود ممکن است چالش های خیلی بزرگ امنیتی فرارای مردم افغانستان در کابل و سایر ولایت افغانستان شکل بگیره و این نیازمند گام های عملی بیشتر و بیشتر هست در روند صلح افغانستان حالا تاییدم طالبا هیچ تغییر موضعی ندادن در حضورشان در استانبول و پیشرفت هایی که قرار است از رهگذر کنفرانس استانبول صورت بگیره نشست سه جانبه هم بود در استانبول چیز در این وسط ترکیه، پاکستان یا ایالات متحده آمریکا به عنوان کشورهای تاثیرگذار روند صلح افغانستان تعهد سپردن که امی پروسه است کنترل بیرون نمیشه اما حرف نمیشه و که جنگ یک مقدار کنترل میشه یا نه خب اصل مسئله است که ایالات متحده آمریکا وعده هم سپرده بود و امی از اونا توقع میره که خروجشان مسئولانه باشه و مسئولانه امیست که همزمان با آمدن صلح خروج نیروهای از اونا باشه که برای از او امی که تمدید شده تا سپتامبر معنایش ایست که امریکا میخواند که از امی فرصت استفاده کنن که مسئولانه باشه خروجشان مسئولانه ای که به صلح برسن کشورهای منطقه هم ممیدی از امو پروسه هستن در روسیه صدایی که بلند شد که سه جمعیک اظهار کردن که ما برای ما برگشت امارت اسلامی قابل قبول نیست که یک پیام خوب بود از دیدگاه مردم افغانستان و از دیدگاه جمهوری اسلامی افغانستان دیگر به هر صورت ای همه کشورها کوشش خود میکنن در انقره در استانبول هم اصل مسئله یک آتش بس هنوز روزانه شکلگیری کنفرانس استانبول تا به حال خیلی کمرنگ است متاسفانه آقای داوزای و هوشدار آقای میلر جنرال میلر که اگر توافق سیاسی هم به دست نبی آمریکایی ها بیرون میشه از افغانستان یک شاک روانی تازه ای هم خلق کرده وضعیت نابسامان روانی بین مردم حالا اشت ما رفتین به عنوان نماینده و سالهای زیاد هم رابطه بوده با پاکستان رفت آمد مقامات ارشد از رئیس جمهور تا شورای عالی مصالحه تا شما نتیجه هنوز هیچ اگر قرار باشه این زمان که سه ماه چهار ماه دیگه برای افغانستان باقی است یه هم سپری شد و پاکستان هیچ نقش بازی نکنه چی اتفاق خواهد افتاد؟ خب ما اوقدر بدبین نیستم عقیده بسا پیشرفته های صورت گرفته در عقب پرده است یک سلسله پیشرفته یک سلسلهش اعلان شده هست اما که اعلان شده است پاکستان اون جدی خواهان آتش بس است و عدم موافقت خود با برگشت امارت اعلان کردن با جمهوری اسلامی افغانستان داخل مذاکره هستند برای چارچوب همکاری های دو جانبی در آزمدت در تمام عرصه ها اینی همیش پیشرفته است که قبلا نبود یعنی فضای بیعتمادی کاملا تبدیل نشده به فضای اعتماد ولی در این راستا بسیار پیشرفت شده ما نزدیک هستیم که صاحب یک فضای اعتماد دو جانبه باشیم بین افغانستان و پاکستان که در اون صورت خواهی نخواهی اثرات مثبتی سر ختم جنگ خواهد داشت آخرین پرسش آقای داوزای در فاز مراودات اسلام‌آباد کابل آیا سفرهای دیگه هم در ارتباط با صلح افغانستان پلان شده چی از مقامات پاکستانی و کابل چی از شما به اسلام‌آباد ما در ابتدا هم گفتم که صلح تنها مورد بین ما نیست صلح یکی از موارد است ما میخواهیم که روابط دو جانبه را سر از نو تنظیم کنیم که تجارت آزاد داشته باشیم تجارت خوب داشته باشیم نیروهای امنیتی و دفاعی ما بین خود همکاری داشته باشند و همی فضای بی‌اعتمادی را به فضای اعتماد تبدیل کنیم منافع مشترک داشته باشیم ختم باشه ما از کارکرد از اونا نگران نباشیم اونا از کارکرد ما نگران نباشه این موضوعات است پروسه صلح خب مقرش دوحا است و حاشیه گای مسکو می گای استانبول می
و موضعی باز ما از پاکستان توقع داریم که ابلاغ کردیم و در اکثر موارد اونا جوابشان مثبت بوده و در بعض موارد عمل هم کردن. بسیار زیاد تشکر جناب آقای داوزه از این حضور یافتین، ممنونتان. محمد عمر داوزه نماینده ویژه رئیس جمهور در اون پاکستان بود که در ارتباط با انکشاف پروسه صلح و فاکتورهای مثبت